بسم الله الرحمن الرحیم داشتان در عزیز نماز روزا رو قبول باشه ما جلسه گذشته زادی ما دیو مرکزی رو قد بستیدیم فقط کارتر کلاس و قم نشه یکیگر تقسیم دایره به چند کمان حالا اینجا من دو تا کمان کشیدم دو تا دایره زدم یکی به خیلی به شش کمان یکی به سه کمان دایره این به شاه آقه دل خواهد زدیم که حالا چون جا دو سر تختم صافه لرزش داره که این خطا رو روش توپونه با پرگار امتحان کنیم دهانه پرگار دل خواب کنه شهای دو، شهای سه، شهای چهار، شهای پرچه خواستیم بعد از اینکه دایره رو زدید دیگه کار به پیچ پرگار نداشت که دانه رو کم یا زیاد نقطه دل خواب محیط دایره بگید اینجا، اینجا رو دیگه بعد دهانه پرگار که ببینیم منزه همون شعاب هاست که ببینیم زیر نقطه ها قوس میزنیم قوس میزنیم بدین ترتیب شش تا کمان مساوی درست میشه بینا ما حالا اگر یه ذره کم و زیاد میشه چون تخته ما کامی نیست یک دو سه چهار این هم چیشه آقا شش تا بیم الان اگر ازگذاری کنم ببینید آ B, C, D, اینجا E, F الان بگم اندازه هر کمان چند درجه محیط دایره 360 تقسیم بر 6 میشه 60 درجه هر کمان چند درجه آقا 60 درجه الان به 6 کمان مساوی تقسیم شد به 6 کمان مساوی تقسیم شد حالا بگم من وصلش کنیم ببینیم چندینی شد یک دو سه چهار پنج شش آیا این شش زلی منتظم هست یا نیست باید ثابت کنیم که زلها برابر زاویه ها برابر خب قبلا داشتیم که حالا امکان داریم در دایره کمان ها که با هم برابر باشن و درهای مثل کمان ها با هم برابر پس این زلها با هم برابره قبلا داشتیم تو درس کمان ها که با هم برابر باشن و درها برابرن و در ها که برابر باشن کمان ها برابرن بعد حالا زاویه زاویه ها رو قبلا خوندید یه زاویه داخلی که بواسطه حساب کنیم اینه این این های دو ضرب در سه و هشت ها تقسیم بر این بود شش زلیه به جای این بدم شش بینید شش این های دو ضرب در سه و هشت ها تقسیم بر شش یک این سی این چهار چهار تا سی تا 120 درجه هر زاویه 120 درجه الان 6 تا زاویه برابره 6 تا زل با هم برابره این میشه چیچه آقا 6 زلی منتظم پس 6 کمان که میخواد دایره دلخواه که زدی و هر شاهی نقطه دلخواه روش بگیرید هر جای دل میخواد از اون نقطه متوالیت به اندازه همون شاها که باز که رو قوس بزنید نقطه ای که میگن آقا برای تقسیم دایره به شش کمان مساوی دهانه پرگار جا خالی باز میکنیم بعضی ها مثلا شستر دینه میگه به اندازه شعاع اندازه چی چی؟ شعاع این شد شش کمان میخوایم آقا سه کمان تبدیل کنیم آسونتر این را اول شش کمان را بزنیم بعد یادن اون کمان را پاک کنیم اول شش کمان تقسیم کنیم مثلا کار نقطه اینجا میگیریم اول شش کمان تبدیل کنیم آسونتر را بعد یه در میگیم چگاه کنیم آقا پاکش کنیم ببینید آقا این یکی ببینید یک دو سه چهار پنج شش تا حالا ببینید یادن یک کمان را با مثلا آ اینجا دی اینجا سی سی را نگه ندارم اینا با ببینید اینجا دی دی را آب مکنم اینجا ای ببینید کلام ببینید اینا با ببینید دار اینا با الان نیست سی کمان الان پس اول شش کمان زدید بعد یک در میو آ سی ای الان سه کمان شد سه کمان حالا اگر یه ذره کوچیک‌تر بزرگتره چون تخته ما صافه و پرگار ما دقیق نیست سر می‌خوره ولی اگر رو کاغذ به پرگار بردیم به امتحان کنید دقیق به دست بیاد الان بس کن ببینید مثلا این یکی این دو تا
نیست دا. فرمی میشه سزیلیه کن تزن. حالا روشش بینیم که هم کنی کوچکتر بزرگتر ما روش داره بینیم. هر کمان چند درجه؟ بینی 360 هم سین برسی میشه 120 درجه. 120, 120, 120. خب میخوام بگم آیا سزیلی منتظم هر یا نوز به بینی زابیه ها این که 120 رو به روی مهادی نصف 60 بینیم رو به رو بینیم 60 رو به رو بشه زاویه ها برابرن چون کمان ها با هم برابرن و دران با هم برابرن اینا میگن سزدی منتظم خب این تبدیل شش زدی و سه زدی حالا پنج زدی میگیم پنج زدی که یاد بگیریم دیگه هشت زدی و نه زدی و ده زدی و اینا فرقی نداره اینا حتما تو خونه انجام میدیم آخرین قسمت بخیم آقا به کمک پرگاه دایره را به پنج کمان مساوی تقسیم کنیم باز ببینید به شاهای دلخواه مثلا این سوزن پرگاه اینجا ببینید به شاهای دلخواه قوس میزن ببینید اینجور تخت است صافه لرزش داره تکون بخونه این که ما روشش داره برای شما میگیم بینابا این به شاهای دلخواه میخوایم چند تا کمان تبدیل کنیم؟ پنج تا کمان تبدیل کنیم پنج تا کمان خب اول میگیم 360 تقسیم بر 5 میشه 72 درجه هر کمان میاد به کمک نقاله یک زاویه مرکزی 72 درجه میسازن زاویه مرکزی چیشی آقا؟ 72 درجه 72 کجا به دست من؟ 360 تقسیم بر آقا میخوایم نوزدی بسازیم 360 تقسیم بر 9 میشه 40 درجه یه زاویه مرکزی 40 درجه بسازیم ببینید مثلا اینجا ببینید این وسط حالا چند درجه و 70 درجه 20 30 40 50 60 70 ببینید این دو حالا اینا ببینید بس بکنیم ببینید آقای حدودش بکنید راهش یاد بگیرید حالا این زاویه 72 درجه خب زاویه مرکزی هم برابر با کمان روبروش پس این هم چقدر را با 72 درجه حالا پرگاه را برده داریم دهانه پرگاه و از این کمان باز میکنیم یا با کم دیگه خیلی حالا سوزن پرگاه یا اینجا یا این را و شروع میکنیم متوالی هم چشه آقا خوبص دادن ببینیم ببینید الان یک دو سه چهار و باید یکی دیگه باید بزنید ببینید تک مخارب یه بار دیگه ببینید الان اینا تو خونه حتما به کمک خطکش و پرگاه انجام بدید ببینید الان الان اینجا ببینید آ B, C, D, چیشه آقا ای الان ببینید اگر بس کنم میشه پنج زد ببینید یه ذره کوچیکتر بزرگتره یک دو سه چهار پنج پس اول برای رسم ببینید پنج تا کمان هفت تا کمان سه و شش که مشخص شد غیر از این ستا هفت تا کمان هشت تا کمان ده تا کمان 360 را مثلا 10 بر 10 تقسیم بکنی میشه 36 درجه میاد یه زاویه مرکزی 36 درجه آقا 8 زدی 360 تقسیم بر 8 بکنی میشه 45 درجه زاویه مرکزی 45 درجه میسازی مثل اینجا که 72 رو ساختیم زاویه کمان هم 72 درجه دهانه پرگاه را بند کمان باز میکنیم و متوالی هم شروع بکنیم چشه آقا خوب سدن این هم به پنگ کمان پنج کمان که یاد گرفتی هفت کمان و هشت کمان و نه کمان و ده کمان بسپیره پس اینا تو خونه خودتون امکان به باز منتظمه هر کمان میشه 72 درجه هر زاویه شب که اون فرمول قبلا داشتیم حساب کنیم 108 درجه اینا پاک کنم 100 چشه آقا 8 درجه خب کمان ها که برابرن بهتر با هم برابرن پس فایز زیدی میشه چشه آقا منتظم منتظم هم گفتیم
زله ها و زاویه هاشون با هم چی باشه؟ آقا برابر باشه. این هم تقسیم چند کمان مختلف را براتون گفتم. حالا برگردیم به درس، چون کتاب درسش را نگفته ولی تمرین داشتیم. خب صفحه 142 کتابتون باز کنیم. خوندنیه این قسمت های اول که خوندنی خودتون جواب بدید، یا مثلا من اولی قسمتش را میخونم. دو تا ساعت کشیده رو برو چه زمانی را نشان میدن. اگر دقت کنید ده و ده دقیقه، ده و ده دقیقه. خب میگه 5 دقیقه بعد هر یک از ساعت ها چه زمانی را نشون میده. ده و چیشه آقا؟ 15 دقیقه. ده و 15 دقیقه، یعنی 5 دقیقه اضافه شد. هر 5 دقیقه معادل 30 دقیقه است. بعد زیرش دو تا دایره زده، زاویه مرکزی کوچیک و بزرگ که گفتیم اندازه زاویه مرکزی برابر با کمانه رو برو. اگر کمانی 60 درجه زاویه هم 60 درجه، اگر زاویه 40 درجه کمان هم چیشه آقا؟ 40 درجه. خب سوال دویش هم که همون بس کنید و زاویه مرکزی بسازید، زاویه مرکزی بسازید. بعد تعریف هم کرده. خب حالا گفته چرا در فعالیت سی اندازه کمان روبرو به مویه در هر یک از دایره های 31 و 32 برابر با 60 درجه؟ چون محیط دایره 360 درجه، 6 قسمت تقسیم شده، 360 تقسیم بر 6 آقا میشه 160. پس میشه چیشی آقا؟ این هم جواب این سآل. باز شکل روبرو سآل 5، زاویه 36 درجه، کمان چند درجه؟ کمانم 36 درجه. حالا اگر اندازه کمان بر حسب درجه نخواستیم، طول کمان بگه چه کسی از دایره، خودش فرمولا داده که ببینید الان چون خوندن یه دیگه اینا رو خوندیم. اندازه کمان کمان آب به 360، محیط دایره چند درجه آقا؟ 360. طول کمان، طول کمان آب بخش بر محیط دایره، محیط دایره. خب اندازه کمان داریم، اندازه کمان چند درجه آقا؟ 36 درجه. ببینید 36 به 360، طول کمان بخیر، طول کمان به محیط دایره. فرمول محیط دایره اینه، خود ضرب در عدد پی، خود 2 برابر شما 2 آر پی. میتونم اینا چکار کنم آقا؟ سادش کنم، سادش کنم. ببین 1 60 میشه 1 چندم آقا؟ چند؟ 36. 36 به 36 1، این به 36 میشه 1، میشه 10، میشه 1/10 طول کمان x به 2 آر پی. خب حالا طرف این دست هم ببینید، ما x هم بخیر x مساوی است با ببینید 2 آر پی تقسیم بر چه آقا؟ ده. خب 2 با 10 ساده میکنه میشه 1/5. یعنی اگر شعاع دایره رو داشتید ضرب در 3 و 4 دسته رو تقسیم بر 5، طول اون کمان که 36 درجه چه چیز آقا به دست میاد. صفحه 143 143 کار در کلاس ها را حل کردیم. فعالیت مونده، باز محیط دایره به 8 تا کمان تبدیل شده. باز بکشیم 8 تا کمان را، ببینیم 8 زیرگی. بیا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، ببینیم 1 2 3 4 5 6 7 7 زلی شد، ما 8 زلی بخیر، 8 زلی. نه باید یکی دیگه پاک کنم. یا اول دایره بزنم مثل کتاب ماجیکا، دایره بزنم، دو قطر عمود بر هم رسم کرده بلا این دو قطر عمود بر هم، بعد این وسط نیست، این برم چشه آقا بیاسون طرف
حالا وصلش کنیم، ببین حالا این دقیق نیستن راه حلش داریم بگیم، راه حلش ببین آقا یعنی از گذاریم کرده A B C D E F G H خب از گذاری کرده حالا ببین چی چی از ما خواسته و اینجا مرکز او حالا چون رأسش در مرکز دایره زاویه مرکزی یعنی این زاویه ها با هم چی چیز را با برابر زاویه بودیم یک دو سه چهار پنج شماره گذاری کنیم یا همه را یک بذاریم زاویه ها با هم برابر هم. چرا چون رأسش تو مرکز اندازه زاویه مرکزی هم برابر با کمانه روبرو شده به هشت تا کمان تقسیم شده میخواییم بدانیم چرا هشت زدیه ایت گذاشته A, B, C, D, E, F, G, H منتظمه بعد خودش گفته مثلث ها متساوی و ساقینه چرا متساوی و ساقینه؟ این شاها این هم شاها شاها ها با هم برابر داره این شاها این هم شاها اینا شاها به دایره هستن در دایره هم شاها ها با هم برابرن دو زل این هم زاویه بینشون پس میگیم آقا مثلث متساوی و ساقینه چون دو تا زل هاش شاها به دایره هستن پس این مثلث ها میشه به حالت دو زل و زاویه ب دو زل و چی شد زاویه ب وقتی که دو زل و زاویه ب شدن با هم برابر وقتی عکس ها با هم برابر قبلا هم داشتیم خب زاویه برابر با کمان خب کمانات مساوی باشن بهتر هم با هم مساویه پس حالا ببین ضد آ ب میشه چی شی مساوی با ب سی مساوی با سی همینجوری الی آخر یعنی این زلهای سوم هم با هم چی چیز هم برابر هم در اصل مثلث ها میشه به حالت سزه به حالت چی چی هم سزه خودش هم گفته او یک و او دو و او سه هم یکی هم چی چیز هم زاویه ها با هم برابر هستن زاویه ها با هم برابر هم. خب در مثلث متساوی و ساقه ببینیم الان این دو ساق با هم برابر هم. این زاویهش که داریم پس زاویه های مجاور به قاعدن با هم برابرن مثلا بگم که 50 درجه 108 تا 50 تاش برابر 130 تقسیم بر دو جمع 65 پس زاویه های هم که میشه چشی آقا با هم برابر ببینید زاویه ها برابر زل ها برابر پس یه هشت زلیه ما چیزا را منتظر پس همه زاویه های هشت زلی با هم برابرن چون الان گفتیم پس این شکل ما میشه چیچی آقا منتظر زله ها و زاویه ها با هم برابر هستن خب میان تمرین دو یا سوال دو که این خیلی خیلی مهمه و این نکته ازش نتیجه میگیریم اینا میخوایم ثابت کنیم فعالیت دو یا کار در کلاس دو که خیلی مهمه این دایره دلخواه این او آ ب سی ب آقا کمانهای آ ب و سی ب با هم برابرن کمانهای آ ب با کمان سی ب چیشن آقا برابرن میخوایم ثابت کنیم با قرمز بپسیم که ودر آقا با هم برابرن آ ب مساوی با سی ب این وده را با هم برابرن میخوایم ثابت کنیم در دایره کمانات برابر باشن ودرهای نظیر این کمانات با هم برابرن بلا فاصله میه از رأسهای دو تا ودرها به مرکز وصل میکنه مثلث ساخته میشه ثابت میکنه این دو مثلث بنا به چه حالتی با هم برابرن الان خط قرمزا میشه شعا ببینید بی او مساوی با سی او میشه شعا دوره آ او مساوی با دی او اونم میشه چشی آقا شعا او یک و او دو برابر چرا برابر زاویه مرکزی برابر با کمان خودش هم گفته کمان ها برابر پس او یک
مساویس با اولو میگی زاویه یه مرکزیه. چرا؟ چون قبلن داشتیم اندازه زاویه مرکزی برابر با کمان رو بروش. ببینید خب الان از این دوتا وقتی که این دوتا کمان ها با هم برابرن دوتا زاویه ها با هم چیزن با برابرن اویه مساویس با چیشه ها اولو تموم شد. پس مثلث آ بی او هم نیشته با دی او سی به حالت دو زل او زاویه بی. خب وقتی که مثلث با هم هم شدن دو زلش با هم برابرن و زل به سه بومه میشه چیشه با برابر. حالا زل به سه بومه چیشی زل آ بی مساویس با چیشه با سی دی. اون چیزی که میخواستیم ما ثابت کردیم. پس نتیجه در یک دایره کمان ها که برابر باشد و درهای نظیر این کمان ها با هم برابرن. کمان ها که برابر باشد و درهای نظیر این کمان ها با هم برابرن. این یکی ثابت کردن. ثابت کردن دوم عکسش که اینا به صورت جا خالی میاد. ببینید ما دایره داریم، این مرکز دوتا بدر آ بی سی دی. این دو تا بدر مساوی هست برعکس قبلی. برعکس قبلی بدر آ بی مساوی است با بدر سی. میخوایم ثابت کنیم که کمان آ بی مساوی است با کمان سی دی. یعنی با قرمه میخوایم ثابت کنیم که این دو تا کمان ها با هم چیزن ها برابر هست. این رو میخوایم ثابت کنیم عکسش. خب باز ببینیم از بدر به مرکز ببینیم وصل بکنیم مثلث ها درست میشه بگیم به چه آره. باز قرمزا میشه شا بی او سی او چیشه ها شا داره آ او دی او میشه چیشه ها شا. خودش هم رو گفته آ بی هم مساوی با چیشه ها سی. پس این دو مثلث مثلث آ بی او هم نشته با سی دی او برای چه حالتی؟ به حالت چشی سه زل به حالت سه زل. خب وقتی که زلهاش برابر شدن زاویه ها برابرن. زاویه ها چشی زن ها برابرن. حالا اینجا یک دو یکی جا میگید زاویه او یک مساوی با زاویه چشی ها او دو. الان زاویه او یک را نگاه کنید مرکزیه. زاویه مرکزی زاویه مرکزی ببینید برابر با کمان روبروش برابر با کمان روبروش سی دی. او دو هم چشی مرکزی زاویه مرکزی برابر با کمان روبروش. حالا از این دو تا نتیجه میگیریم. این طرف که با هم مساوی هست پس این طرف هم با هم مساوی هست. پس او یک و او دو که مساوی بودن پس کمان هاشون هم با هم مساوی هستن. پس ببینید و درها که مساوی باشد کمان هم با هم مساوی هستند. این هم از این قسمت که سوال کرده بود و بعد جا خالی داره. خب بعد گفته نتیجه اگر در یک دایره از دو کمان برابر باشد میگیم و درهای نظیر این کمان با هم برابرن. عکسش هم اگر دو و در با هم برابر باشد کمان های نظیر این وتر با هم مساویت. خب سوال کار در کلاس اول با استفاده از خط کش و نقاله یک پنجزلی را رسم کنید که اینا توضیح دادیم و دیگه خودتون رسم کنید. باز سوال دو دهانه پرگار پنجزه شعاع دایره باز کنید شروع کنید به این ترتیب که اینم قبلا گفتیم به چند کمان تبدیل میشه؟ به شش کمان تبدیل میشه که قبلا گفتیم اینا قبلا چیزا گفتیم. باز یکی دیگه دوباره بکشید. ببینید الان دایره به شعای دلخواه مثلا فرض مثلا یه اندازه کافیه. ببینید به شعای دلخواه ببینید چون قوز مخوره کمی کمو زیاد میشه. اینه که حالا ما حدودش ها داره براتون میگیم. خب یه نقطه رو محیط دایره گفتیم میگیریم مثلا آ کمان میزنه جناب
حالا این روشش یکم کم و زیادگر شد. اینجا چون دقیق نیست روشش ما داریم توضیح میدیم. اینا میتونید تو خونه کارا انجام بدید. خب تا ببینیم چی گفته حالا. خب گفته که از یک نقطه شروع کنیم به این ترتیب دایره به چرخ توان ببینید ب س د ای ال چند تا کمان درست شد؟ 6 کمان. هر کمان چند درجه؟ 60 درجه. هر کمان 60 درجه است. خب بعد چی گفته؟ چرا این کمان ها با هم برابرند؟ چرا؟ برسونی؟ چرا این کمان ها با هم برابرند؟ خب الان چرا با هم برابرند؟ محیط دایره 6 360 درجه، 6 کمان مساوی، پس 360 تقسیم بر 6 میشه چه اقوام 60 درجه. یا میتونید بگید اما بحث میکنید این هم بریم نقطه ای که دوتا ثابت کردیم بریم اینجور هم میکنید آقا چون وترها با هم برابرن کمان ها با هم برابرن، یا بگیم کمان ها که با هم برابرن وتر ها با هم برابرن، یا چون گفته 6 قسمت مساوی 360 تقسیم بر 6 هر کمان میشه 60 درجه. هر کمان هم چند درجه؟ چند درجه؟ 60 درجه. گفته چند تا کمان 120 درجه میتونم رسم کنم؟ ببینید 120 درجه دید که میتونی بگی آقا آسه 6 تا کمان آسه میتونی بگی. دوباره ببینید بعد آسه میتونی بیده بگی بیده. دوباره میتونی سی بگی سی بگی. دوباره میتونی بگی آقا سی را گرفت بگی آقا ای را بگی. ای چیش آقا؟ ای آ ای آ بگی ای آ بگی. ببینید پس میتونی به همین ترتیب بری جلو با آ شروع کنیم. دوباره آ سه دوباره ببینید ب د دوباره با سه همچون به این ترتیب بری جلو تقریبا 6 تا کمان میتونی بگید که هر کدام 120 درجه است. خب میریم تمرین در شکل مقابل باز زاویه کشیده شده این مرکزی او و آ ب اینم نیمساز د گفته که OD نیمساز زاویه مرکزی A و B زاویه A و B 36 درجه. خب نیمساز کاری که نصف کردن این میشه 18 این هم میشه چیشه آقا 18 درجه. گفته اندازه هر یک کمان ها زاویه مرکزی برابر با کمان اینو بذاریم 1 2 زاویه O 1 کمان O 2 کمان بوده میشه. خب این که 18 در 18 این هم 18 زاویه ها که مساوی هست کمان ها مساوی هست یکی چند درجه ها 18 درجه. خب سوال دوم باز دایره زده او ب سی آ بریم چیشی گفته؟ گفته که کمان آب ایکس هست این کمان به جای عدد گفته ایکس. حالا سوال کرده سوالا رو یکی یکی بخونیم جواب بدیم. گفته که اندازه زاویه آ او بی آ او بی میشه زاویه مرکزی زاویه مرکزی آ او بی زاویه چیشی آقا مرکزی اندازه زاویه مرکزی برابر با کمان روبروش. بعد گفته اندازه زاویه آ سی بی ماهاتی آ سی بی زاویه چیشه آقا ماهاتی اندازه زاویه ماهاتی هم نصف کمان رو بروشه میشه ایکس دوم میشه چیشه آقا ایکس دوم. اینم تمرین شماره دو. آقا دنبال تمرین شماره دو را حل کرده شماره سه دقت کنیم 1 2 3 4 5 تا دایره کشیده قسمت های مختلف رای شده یکیش ها من توضیح میدم روشش میگم وقتی هش مثل همه اولیش میبینه این شکل اولی این شعاع
اومده چهار قسمت کرده یک قسمت ایجا برد کرده میتونی که اگر کود باشه این چهار قسمت کنیم این قسمتش ها کمان اسم آ کبی خب حالا چیشی خواسته؟ گفته کسر تی شده چی کسی از دایر است؟ شعار آقا یکه یک سانتی ببینید پس میشه یک چهارو قسمت الف بگم چیشی آقا یک چهار بعدش گفته اندازه کمان اگر چهار قسمت کنید بشه چند درجه آقا 90 درجه چهار تا زاویه مرکزی پس بی ما میشه چیشی آقا 90 درجه بعد گفته که طول تقریبی کمان طی شده چطوره؟ فرموله اونجا گفتیم اندازه کمان بر حسب درجه تقسیم بر 360 ما طول کمان آب میخوایم بر حسب مثلا سانتیمه تقسیم بر محیط دایره بر محیط دایره خب ساده میکنم 90 360 میشه 1/4 مساویس با آب بر دو آب پی دو آب پی خب ما آب را بخیر پس کمان آب ببینید میشه دو آب پی تقسیم بر چهار طرف این وسط دیگه کنم حالا دو و چهار ساده میشه آر دوم پی تقسیم بر این ببینید یه حفظه به همین ترتیب دومش دوره ببینید دومش ببینید اگر دقت کنید میشه یک سوم شکل دوم من میخونم دیگه جواب هاشو دومی میشه یک سوم کمان ببینید میشه سه قسمت از دایره 120 درجه 160 آقا 20 درجه باز اینجا به جای 90 میگه 120 360 وقتی ساده کنید که این فرمول به جای 90 میره 120 طرف این وسط نگاه کنید میشه 2 بی سوم 2 بی چند 2 سوم شکل سوم نصف دایره قرمز پس میشه 1/2 نصف کمان میشه 180 درجه پس به جای 90 میگه چه شه آقا 180 ببینید 180 360 مساویس با x بر 2rb که این میشه 1/2 مساوی x بر 2rb که ما x را میخوایم میشه 2rp تقسیم بر 2 که میشه rp پس جا خالی آخرم بنویسید چی شه آقا rp خب یا شعارش را میتونید نذارید شعارش که یکه شعارش هم چنده یکه به جای آر هم میتونید یک بذارید چون شعار گفته همه اینا شعار بینید آقا یکه خب پس به جای آر هم میتونید یک بذارید الان اینجا ببینید که ما ساده کردیم شد آر پی دوم آرم یکه میتونی آرش ها برداری همون پی دوم اینجا آرش برداری همون پی خالی چون شعا برابر با چنده یکه شعا برابر با یکه خب یکی مونده به آخر سه قسمت از چهار قسمت میشه 3/4 یا بعد 270 درجه 3/4 بعدش میشه چیشه آقا 270 درجه بعد گفته طول تقریبی میگه آقا 270 به 360 میشه چیشه آقا x به 2rp که شعا یکه پس بیان آرا میتونم بردارم و خود پی بذارم چون دو یکی دو تا و بعد ساده کنیم و بعد چکا کنیم ساده کنیم الان بر 90 ساده کنم بر 90 3 بر 90 4 میشه x بر 2π حالا x ها بخواهیم ببینید الان میشه 3 ضرب در 2π تقسیم بر 4 ساده کنیم 2 به 2 میشه 3π دوم 3π دوم آخریش دایره کامل میشه 4/4 میشه چیشی آقا 4/4 بعدش میشه 360 درجه 4/4 یا 1 بعدش 360 درجه آخریش هم ببینید چون دایره کامل دو تا نصف میشه دو تا چیشی آقا پی طبق فرمول که جاگذاری کنه میشه دو تا پی اینم از این قسمت خب بعدش پس یکیش ما کامل توضیح دادیم بقیهش مثل همون اولی
حل میکنه. به جای کارم بذارید دایره رسم شده آقا، دو قطر عمود برام رسم شده، دو قطر عمود. پس اینا میشه چشه آقا 90 درجه قطر. بعد اینا را به هم وصل کرده این آقا، بعد اس بزاری هم کرده آ ب س د. اینا که 90 درجه، کمان هم چیز آقا 90 درجه. خب حالا این چی چی سوال گفته؟ گفته چرا کمانهای آ ب و کمانهای آ ب و س ب و د و اینا، این کمانها چرا با هم برابر؟ این کمانها چرا با هم برابر؟ میگم آقا چهار تا زاویه مرکزی درست شده که اندازه زاویه مرکزی هم برابر با کمان روبرو. پس کمان B مساوی با C ها مساوی با چش آقا AD مساوی با DB. میگیم چون چهار زاویه مرکزی مساوی ساخته شده، چهار زاویه مرکزی مساوی ساخته شده و جواب. آیا وترها با هم برابرند؟ وترها میگه بله. قبلا ثابت کردیم چون کمانها با هم برابرند، میگیم چون کمانها با هم برابرند پس وترها چیز رو برابرند. حالا میگیم بیس مساوی با بیدی مساوی با دیما مساوی با آسی. کمانها که با هم برابرند و در آن با هم برابرند. آیا زاویه های چهار ضلعی با هم برابرند؟ بله. چون ببینید مثلث قائم الزاویه این ضلع با این ضلع برابرند نه، پس مثلث متساوی رو ساختیم. این میشه 45، این هم 45. ببینید چهار تا مثلث میشن با هم برابر، زاویه هاشون هم با هم برابر. حالا دو تا 45 درجه میشه چقدر آقا؟ 90. دو تا 45 درجه میشه چیشی؟ 90. پس زاویه ها گفته که آیا زاویه چهار ضلعی با هم برابرن؟ بگیم بله. چرا؟ چون چهار ضلعی دو خود برن عمودن، خود ها برن عمودن، پس زاویه ها با هم برابر است. اینم از دو ضلع چهار ضلع برابرن، دو خود هم برن عمودن که با هم مساوی هم، پس زاویه ها با هم برن. آخریش باز دایره زده، آخریش این دایره. خب باز این مرکز از مرکز عبور نکرده، شکلهایی کشیده. ببینیم چی چی خواسته از ما. بعد گفته آ ب س د عمود شده. خب گفته در شکل روبرو و ترهای آ ب و س د بر هم عمودن، یعنی زاویه که تشکیل بده چیز آقا 90 درجه. آیا کمانهای آب، آیا این کمانها با هم برابرن؟ میگیم خیر. ببینید چون از مرکز عبور نگیره، قسمت الف گفته آیا کمانها، آیا کمانها برابرن؟ میگیم چیش آقا؟ خیر. چون ببینید این کمان بزرگتره کوچکتره، دوتا بهتر هم از مرکز عبور نکرده. آیا کمانها با هم مساویان؟ میگیم خیر. پاسخ را با تمرین قبل مقایسه کنید. در قبلی ببینید دوتا خود را رسم کرده بود، دوتا بدرها خود بودن که خود را با هم مساوی بودن، شاه با هم مساوی، کمان را برابر در زاویه مرکزی. اینجا درست دوتا بدر برای هم بودن ولی هم دیگر را قطع کردن ولی مساوی نیست، از مرکز هم دور نکرده. حالا ببینید این فاصله با این فاصله برابر نیست، پس میرن تفاوتشان گفتیم. خب میم صفحه 146 قسمت دیگه بگیم و دیگه کافیه. زاویه محادی هم گفتیم که اندازه زاویه محادی برابر است با نصف کمانه روبروی آن. حالا چند تا فعالیت داده که میخواهم ثابت کردن که زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروی. خب بعد شکل اول خودش کشیده، باید شکل را کامل کنیم. گفته که مانند نمونه رسم شده در شکل از این نمونه هر یک از وضعیات های مختلف یک زاویه رو رسم کنیم، رأس زاویه خارج دایره باشد. ببینید
رأس زاویه خارج داره. این هم قسمت بی. بعد گفته که جیم رأس زاویه مرکز دایره باشد. این هم ببینید این مرکز دایره، این جیم. بعد گفته که رأس زاویه داخل دایره در نقطه غیر از مرکز، یعنی از مرکز عبور نکرده باشه. دارش ببینید این مرکز او، این هم ببینید این هم قسمت دار. حالا در کدام وضعیت زاویه مرکز را نشون میده؟ وضعیت چیشه آقا جیم به زاویه که در شکل علف روی زاویه ها گفته میشن رس این زاویه روی دایره به گذر بشن دایره قد کنه که تعریف کردیم. حالا سوال دو و سه و چارش هم ثابت کردنه که اندازه زاویه آهادی برابر با نصف کمان روبروی آن. شکل اول را بکشید ببینید او آ سه دی بخیر ثابت کنیم که با زاویه آهادی برابر با نصف کمان روبروی. حالا خودش گفته دیگه که روش بخونه اندازه زاویه مرکزی بیوسی این میشه کمان و زاویه بیوسی برابر با چیشی آقا کمان روبروش زاویه چیز مرکزیه. خب بیوسی برابر باست چرا زاویه های آوسی در مثلث آوسی با هم برابر؟ چرا؟ بگیم آقا این دوتا شعاع دایره مثلث میشه متساوی و ساقی، مثلث متساوی و چشاها ساقی، این دوتا شما هستن. وقتی که این دو ساق برابر باشن این دو زاویه هم با هم برابر، پس میگی مثلث متساوی و ساقی. وقتی که دو ساق با هم برابر باشن دوتا زاویهشون هم با هم برابر. خب چه ارتباطی میان زاویه بی و سه و این دو زاویه دارن؟ که ببینید این زاویه او که مرکزی برابر با کمانه این زاویه خارجیه، زاویه خارجی برابر با دو تا داخلی غیر مجاور. اگر بگم جا ببینید زاویه او یک میشه زاویه خارجی، اندازه زاویه خارجی برابر است با اندازه دو زاویه داخلی غیر مجاور. زاویه خارجی برابر است با اندازه دو زاویه داخلی غیر مجاور. پس اندازه زاویه محادی بیاسی بنویسی. پس بیاسی ببینید بیاسی زاویه محادی بیاسی برابر است با نصف کمان روبروش. که این قسمت ثابت کنید که زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروش. خب یه نمونه ثابت کردن دومش اومده یه زاویه محاطی کشیده دو قسم کرده. میتونید این دو قسمت ها با هم جمع کنید، یعنی شکل دوم باز یکی یه از مرکز عبور کرده این هم اینجا ببینید B A C I با توجه به فعالیت قبل با پر کردن جاهای خالی اندازه زاویه محادی را بنویس. خب میایم این طرف ببینیم چی گفته آقا زاویه محادی D A C شکل اینجا B نمبر اینجا D اینجا B D D C زاویه محادی D A C این زاویه محادی D A C مساوی است با زاویه D A B زاویه کوچیک علامت زاویه رو بذارم قشنگ به علامه کوچیک اون بعد B A C این زاویه. خب این دو تا زاویه رو نوشتیم. خب حالا اندازه این دو زاویه حالا جاگذاری میکنیم. خب این ببینید زاویه محادی اندازه زاویه محادی برابر با کمان روبروش ببینید. خب مساوی زاویه دی آب محادی ببینید میشه دی بی تقسیم بر دو بر بی آسه محادی
میشه دیسی تفصیل مردم. حالا این دو تا را جمع کنم ببینید دیسی دوم خودش این دو تا را جمع کنم ببینید دی بی به علاوه بی سی اینا کمانه. خب حالا بیام روشه دی بی به علاوه بی سی این دو تا نصفه را که با هم جمع کنم برابر میشه چیشی آقا دی سی پس مساویس با دی سی دوم اینم اندازه اضافی محاکی برابر با نصف کمان روبرش آخرش به جایی که جمع کنیم اصلا کم کردیم باز همیشه حروفاش رو عوض بکنیم آبو بمو ایو سیبینم کن باز فرمول داره گفته زاویه ای آسی ای آسی یعنی این زاویه ای آسی زاویه معادی برابر با نصف کمان روش یعنی کمان سه ای دو این هم خیلی ثابت کنیم حالا کم زاویه بزرگی و برداریم زاویه ب آ سی منهای زاویه ب آ ای منهای زاویه ب آ ای خب حالا جا گذار ای آ سی زاویه کمان ببینید میشه ای سی دوم مساوی ب آ سی ب آ سی بزرگیه میشه چشی آقا کمان ب سی منا تقسیم بر دو ب آ سی مینا های این دو ب آ سی ب آ سی ب آ سی بزرگی بود اینجا ب آ دی ب آ ب آ دی میشه کمان ب ای کمان ب ای خب باید این دوتا مخرجا مساوی است بیارمش رو کسر ببینیم دو ب سی مینا های ب ای کمان ها بیا بوشه ب سی این بزرگی این بزرگیه بی ای را بردارم این تکه را بردارم وقتی که این تکه بردارم میشه چشی آقا ایسی پس میشه چشی آقا ایسی پس مساویس با ایسی دوم این هم طریق سه طریق ثابت کردن که زاویه محاطی برابر با نصف کمان روبروش آخری قسمت پاسخ فعالیت دو سه و چار با هم مقایسه کنید در این سه فعالیت همه حالتهای محاطی را بررسی شده کامل کنیم که اندازه زاویه محاطی برابر با نصف کمان روبرو برابر با نصف کمان چشی آقا روبرو برابر با نصف کمان روبرو بسیار خوب یکی دیگه کار در کلاس هم حل کنیم و تا وسط صفحه 147 آخرین قسمت باز شیر کشیده آ ای این سی داره این چشه آ دی خب بعد یکم اینجا رأس شده زاویه یه بی اینم به این صورت خب سوال کرده جواب بدید گفته که در شکل روبرو علف زاویه زوایای محاطی مقابل به کمان عادی این کمان عادی زاویه های این علف زاویه های محاطی مقابل به کمان زاویه بی زاویه سی زاویه دی بی بکه بس رو بی کمان میشه پس جواب علی زاویه ب زاویه سی و زاویه چی اول دی که مساوی هست که قبل گفتی زوایای محاطی مقابل به یک کمان با هم مساوی هست دو زاویه محاطی دیگر رسم کنیم که آبی کمان مشترکشون باشه باز یه نقطه قرمز مثلا اینجا میگیریم این ببینید به دو سر آب و این چیکار بکنیم بحث آقا یکی دیگه با آبی مثلا اینجا میگیریم این به دو سر دست بکنیم ببینید این هم میشه دو تا دیگه زاویه چشی آقا محاطی دو تا دیگه زاویه چشی محاطی سوال دویش هم که هم اندازه زاویه محاطی برابر با نصف کمان
به دو روش حل کرده که راهاش هم میتونیم از زاویه خارجی استفاده کنیم یا زاویه داخلی. آخرین مثال و دیگه امروز کافیه، دایره زده بعد یا از مرکز چی سوال کرده؟ گفته که زاویه سی اسمش آ، اینجا ب، سی چی شد؟ دی. خب این زاویه به ما داده 80 درجه. 80 درجه. خب اندازه زاویه مادی سی را بخیر، اندازه زاویه مادی سی را بخیر، زاویه مادی است. ببینید این که 80ه، این هم چیز را 80 متقابل برم، چون نقطه او مرکزه پس این کمان هم 80، این کمان هم چیز را 80 درجه. درست شد؟ حالا همینجا الان میتونیم زاویه سی را پیدا کنیم. رای ساده، این زاویه سی میگه زاویه سی مهادی نیست، الان کمان را داریم، اندازه زاویه مهادی برابر با نصف کمانه روبروش 80 تقسیم بر 2 میشه 40 درجه. این یکی را، این راه اول. راه دوم ببینید با آب میگم، با آب ببینید از اینجا تا اینجا نیم صفحه سر 80ه، 80 تاش بردارم 100. خب چون مثلث اینجا ببینید متساوی و ساقه، راه دوم متساوی و ساقه، دو ساقه با هم برابرم، پس زاویه آ و ب هم چیزی در آقا مساوی هم، زوایا 3 و 8 تا 100 تاش بردارم 80 میشه مجموع زاویه آ و چیزی آقا ب، حالا 80 تقسیم بر 2 میشه چیزی آقا 40 درجه. ببینید هیچ فرقی نمیکنه، این راه آسون. شما این که زاد رسش تو مرکز زاویه مرکزی هم برابر با کمان، این کمان رو برو به آسون نمیخواد بگید آقا از جدا اینجا نیم صفحه، نیم صفحه سده 80ه، 80 تاش 100، حالا این دوتا شما مثلث متساوی و ساقی، این دو زاویه با هم برابر هم، 180 تاش 80 تقسیم بر 2 چه آقایون خسته نباشد، امروز همین مقدار کافیه، همین مقدار کافیه. پس درس ما تا وسط صفحه 147 برای جلسه آینده کامل بقیه را حل کنیم. خدا نگهدار.